به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود بر ایرانی زبانان و فارسی زبانان عزیز و بهتره بگم باشور، شعور به معنای فهم و درک، چون در همه جوامع ما انسان‌هایی داریم که گوش نمیدن به هم دیگه. حالا گوش ندادن یا به علت نادانی میباشه، نادانی یا جهل یا دانسته، به قول افلاطون دانسته اینجا میشه، چون کسی را که به قول معروف خواب هست با یه صدای کوچیک بیدار میشه، کسی که خودش رو به خواب زده به هیچ عنوان به هر صدایی بلند نمیشه. اصطلاحاً جامعه از فرد فرد آدم ها تشکیل میگه، یه انسان که این فرد باز خودش درون خودش دنیای درون خودشو داره. و این موضوع بحث ما در مورد جامعه ایران میشه، چون من البته قبل از ایرانی بودم، بعد انسان باشیم به قول زرتشت. زرتشت پیامبر نبوده، جملات رو بچسبیم، چون ما همش درگیر ظواهر هستیم. تا موقعی که دنبال ظاهر باشیم به هیچ نتیجه هیچ وقت نخواهیم رسید، چون درگیر ظاهریم یا تصاویر به قول کریشنامورتی یا کسانی که گفتن فلسفه سلام. ما دنبال در حقیقت خودمون اینجور که باید شاید نیستیم. من نوعی اول به عنوان یک فرد باید دنبال خودم باشم و خودم صادق باشم. حالا صداقت یعنی چی؟ من باید بدونم صداقت یعنی چی. صداقت به این معنی نیست که من مثلا به خودم دروغ نگم. خب دروغ نگفتن که نباید بگم، این چیز نرمانه. من باید اونجوری که هستم خودم رو ببینم، نه اونجوری که نیستم. ببینم حتی با ضعفی که دارم، خوبی و بدی در حقیقت وجود نداره، اون چیزی که هستم ببینم، ببینم چه چیزایی دارم، چه اصطلاحاً چه نقاط ضعفی دارم، چه نقاط قوتی دارم، دو طرف رو با هم ببینم. چه اشتباهایی کردم، مهمتر از همه اشتباهات معلم‌های من هم، معلم من هم آخرین اشتباه من مثلا معلم هم فرض کنم. من اگه از این اشتباهات درس نگیرم، باز تکرار بکنم، پس هیچ فرقی ندارم با یک حیوان. فرق بین انسان و حیوان در این قسمت است که حیوانات اگر خطایی میکنن رو غریزه شونه، ولی انسان ها نه، به صورت غریزی نیست، از روی فکره، اون تصویری که ما داریم، اون فکری که داریم. و اگر این به قول معروف پخته بشه و بدونیم که این فکر چیه، میتونیم کم کم به مرحله بالاتر برسیم، مرحله بالاتر به سمت ذهن حرکت کنیم. ذهن چیزیه که مثلا ما خوابیدیم، خواب میبینیم ولی هیچی یادمون نمیاد. ذهن نه توش خوبیه، نه بدیه، نه تاریکیه، نه روشناییه، هیچی نیست، حتی یک نقطه. و کسان دیگه که مثلا در یوگا یا مدیتیشن که درست کردن تو دنیا، که متاسفانه جوامع جاهل و نادان بدون چون و چرا پذیرفتن که این باید به یه نقطه فکر کنیم و سالها درگیر این مسئله بودن و فکر میکنن به اون نقطه آرامش میگیرن. اگه شما فقط به یک نقطه نگاه بکنید یا به انگوشتون چند سال نگاه کنید، سرتون درد میگیره، سر درد میگیره، چون این تمرکز اونجوری که میگن در یک بعضی جهات خوبه، بعضی جهات بیشتر جهات نه. بهترین حالت حالتیه که بی حالتیه. و چیزی که استاد بروسلی هم داشت به سمتش میرفت، این کامل نبوده، یادم انسان عادی بوده، میگم شایعات زیاده،
متاسفانه انسان های دیگه هم بودن و انسان های مفهد دیگه میگم خیلی ها خیلی کسان بودن. در ایران استاد ابراهیم میرزایی بود و خیلی کسان دیگه در هند مثلا کسان زیادی هستن یا بودن که به این مرحله رسیدن. هر جای نقطه از نقطه به قول معروف نقاط دنیا یا همون کره زمین انسان هایی هستن که به این مرحله رسیدن، یعنی نه که از خود بی خود شدن، نه به مرحله که بتونن کنترل کنن این افکار. در حالت انسان میتونه افکارش رو کنترل کنه که خودش رو ببینه، اول خودش رو ببینه، اولین مرحله. وقتی خود مثلا انسان خودش رو ببینه شروع میکنه به ریالایز کردن یا فکر کردن عمیق در مورد خودش که من چه چیزهایی دارم و از این داشته هم چه چیزهایی بی خودی هم و اونها رو بریزم دور، به اصطلاح لیوان آبش رو خالی کنم، اون چیزهایی که غیر ضروریه رو میذاری کنار و ذهن فکرش بازتر میشه، اون پهنای دیدش نسبت به خودش. چون انسان اولین دنیایی که داره دنیای اصلی خودش اینه که دیدگاه نسبت به خودش که من چی کار میکنم، من چی کار کردم، اول در قبال خودم. مسئولیتی وجود نداره، مسئول یعنی دوست داشتن، یعنی توجه کردن، همون مسئولیتی که توی جامعه شناسی بشر، علم بشری امروز که قسمتشو میگم نه که همش بگم غلطه، نه واقعی به عنوان یک موجود زنده من چه چیزهایی انجام دادم در گذشته و زمان حال چه هستم و چه کار میخواهم بکنم، چه کاری میخواهم برم بکنم برای خودم، آیا دوست دارم خودم را. این دوست داشتن اولین پایه است، اولین چیزی که هست. ما بیشتر خودمون رو سرزنش میکنیم، سرزنش کردن بزرگترین اشتباه بشره. من بیام سرزنش کنم خودم رو، چرا این کار کردم و فلان، و خودم تنبیه درست کنم بعد ببینم چه نتیجه میده، نه تنها نتیجه نخواهد داد بلکه انرژی درونیمونم تضعیف میشه، انرژی که خداوند متعال حالا اصطلاحا میگیم درون ما قرار داده. و اون انرژی برمیگرده به سوی خودمون به هر حالتی که بدیم به همون حالت برمیگرده. اگر من خودم رو زیر سوال ببرم در عکس العمل اون انرژی درونی منم من رو به زیر سوال خواهد برد. یعنی من بازتاب خودم هستم، در این حال که بازتاب خودم هستم من مدیر عادت‌های خودم هستم یا عادات خودم هستم. من در این حال که کل هستم و یک دوباره معروف جزی از جامعه هستم، خودم کلی یک کل هستم از خودم، از موجودی به نام خودم. در قبال این کل من اجزا دارم و جزء من باز برای خودشون شعور خاص خودشون دارم. انسان خیلی در این حال که ساده است خیلی پیچیده ولی خیلی با شعوره، شعور ذاتی، شعور به معنی مثل بگم شعور به معنی درک نیست، اینجا به معنی حسه. ما هنوز نمیتونیم شعور رو، جامعه شناسا دانشمندا خیلی دارن تعریف میکنن، هنوز معنی شعور رو نفهمیدن یعنی چی. شعور به معنی به قول معروف یه چیزی که به خودی خود به قولی کریشنامورتی وجود داره. حتی چوب ها، حتی جمادات هم از خود شعور دارن، زنده هستن و عکس العمل نشون میدن. این تو عالم فیزیکه، ما در حقیقت با علم فیزیک روی کره زمین میتونیم، تمام این علم ها سی شاخه فیزیک هستن و چیزی که میبینیم شنوایی، حس شنوایی، بینایی و حس های دیگر که ما و حیوانات داریم. ما هم حیوانیم دیگه، من هم یک حیوان ناطقم، ولی این حس یا شعور ذاتی که درون من وجود داره
درون گوش، پوست، خون، حتی خون هم از خود شعور داره. خیلی چیزها هست که ما نمیدونیم و من نمیدونم. برای همین که علم به وجود اومد، یعنی پیش به سوی نادانسته ها و کنجکاوی هایی که من دارم به عنوان بشر، و اینجاست که علم به وجود میاد، یعنی به سمت دانستن رفتن. علم به معنی عربی علامه یعنی دانستن، ولی من به سمت دانستن، یعنی به عنوان یک دانشجو به سمت اون پیش میرم. در حقیقت ما همه دانشجو هستیم، یعنی بچه که به دنیا میاد و کنجکاوی میکنه، ولی یک سری قوانینه که بشر برای بشر درست کرده و جلوی این حس کنجکاویه من بشر گرفته میشه. اون بچه یه انسان که به دنیا میاد پرس کنیم و پرس کنیم میگن این خوبه، این بده، این حق نداری، این قوانین باعث میشه حتی و نتیجه عکس هم خواهد داد که این سیستم درونی منو به هم بریزه و متعاقباً در زمان دیگر، در حقیقت بود زمان وجود نداره، ولی رو پلی زمین وقتی این حالت رو داریم بشر درست کرده، در آینده نزدیک یا دور تأثیر بسزایی در شکل گرفتن من و بشر خواهد داشت. این تا اینجای بحث. من مجبور شدم از پایه شروع کنم، چون اول باید واژه اون بحثی که میخواییم صحبت کنیم، جمله تشکیل شده از چند کلمه، کلمات از حروف تشکیل شده، حروف هم از صدا. ما اول باید بدونیم صدا چیه، بعد بدونیم اون حروف چیه، حس کنیم معنیشو. حالا معنی به معنی چیز نیست، معنی حالا یه معنی بکنیم، نه حسش کنیم این چیه، اون چیه، اون کلمه. بعد کلمات هم تشکیل جمله میدن و جمله هم تشکیل اون بحث یا کنفرانس یا اون کتاب یا اون مجموعه هم شد. پس پایه باید بدونیم چیه. من الان بعد معنی کلمه شعور رو بدونم، شعور در اینجا چه معنیه، برای من چه حسی وقت مرد داره، در اونجا چه معنیه و اونجا برای من چه حسی داره، و این حس های من به یک جای مشترک میرسن که حس در من میگه کدوم درسته کدوم غلطه. مثل فیلمی که با هم نگاه میکنیم، اون در طول این فیلمی که ما نگاه میکنیم، فرض کنیم همه با هم داریم یک فیلم نگاه میکنیم، فیلم حالا ممکنه تایم داشته باشه 20 دقیقه یا 2 ساعت، 1 ساعت، هر چقدر. در طول دیدن این فیلم، در حقیقت این تصاویر، ما نباید سریع تصمیم بگیریم که این فیلم خوبه یا بده. ما اشتباهمون همینجاست، عجله بشر، چون بشر ذاتاً عجوله، در قرآن هم ذکر شده، در کتاب یاسمه میگیم، حالا اسلام هم میگیم، مورد جاهای دیگه هم ذکر شده، حتی روان شناسا هم چیز کردن، تحقیق در مورد انسان شناسی، انسان کلاً عجوله. اگر میتونه زمان رو کوتاه‌ترین زمان میکرد، چون نمیخواد اصطلاحاً نه که صبر کند، بیاندیشد تا به اون نتیجه که میخواهد برسد. و ما در اینجا بحث شعوره، شعور ذاتی انسان. شعور چیست؟ اولین سوال، شعور چیست؟ و چرا باید ما شعور داشته باشیم؟ من شعور دارم، به من گفتن که من انسان شعور دارم. اول از بپرسم انسان چیست؟ انسان حق دارد بپرسد. در مدرسه شما وقتی معلمتان درس میداد یا درس میداده، ما مدرسه بودیم، حق داشتیم بپرسیم اجازه هست آقا این یعنی چی؟ چرا این مسئله اینجور شد؟ چه در مثلا کلاس ریاضی یا هر کلاس ما میتونیم بپرسیم، ولی در جای دیگر اون کسی که اون بالا سخنرانی میکنه حق نداریم بپرسیم، چون اون اصطلاحاً برای خودش حکمه خدا را داره. به معنی نه برانه خدا، به معنی کسی که متکلم بحت است، حق نداریم بپرسیم. و این باعث میشه که من یا مبارزه کنم با
برای رسیدن به خواسته من چون میخواهم بدانم، یا اینکه در من کور شود استعدادی که نهفته است و یه من دیگه ای به وجود میارم از خودم که اون جلوی این من اصلی منو میگیره و میگه ساکت باش نپرس. چون من اصلی من خود بپرسه در اون، ولی اون منی که به وجود میاد میگه نپرس. اینجا اینه قانونه، قوانینه، تعریف شده و تو حق نداری از این مرحله اتفا تا از این میزان بیشتر دراز کنی. پس اونی که من میگم گوش کن، این است. حالا در جوامع بشری مخصوصا جامعه ایران امروز ایران که در سال 1400 الان چون میدونیم گذشته گذشته، چیزی مهمتر از آینده که میاد، پس گذشته آینده در حقیقت وجود ندارن. اگر هم زمانی باشه زمان حاله، زمان حاله ما ایرانی و چرا نمیگم کشور ایران، چون کشوری وجود نداره. اگه ما مردم واقعا مثلا یه مردمی در یه ناحیه جمع بشن میگم اون منطقه ایریا مثلا نوار انگلیسیشن میگم اون کشور، حالا اون منطقه روش پیدا میکنه میگم مثلا اصلا میگم کشور. ما وقتی اول خودمون ما ایرانی ها مثلا هم خوب کشور ایران نباشه ما ایرانی ها بیمهنس قبول داریم، ولی منظور من چیز دیگه. من به عنوان انسان یه اسمی دارم که حالا پدرانم گذاشتن، چون این اسم ممکن اصلا من خودم دوستن اسمی بشه. یا به قول چارلی چاپلین اگر شما در اسرائیل به دنیا می آمدید قطعا یهودی می شدید، در عربستان قطعا مسلمان، در کشور اروپایی قطعا مسیحی می شدید و غیره. این حقیقت، این واقعیت، واقعیت که بشر درست کرده. ولی حقیقت چیز دیگه است. ما تمامی انسان ها رو کل زمین یک خانواده منم انسان هستیم به قول اصول بسیم و کسانی که بکنیم، یعنی فرد فرد ما، حالا چون زبان ما ایرانی یا پارسیه فرق نمی کنه، ما با افغانستان، پاکستان، تاجیکستان اینا همه ایرانی هستیم یکی، حتی با ترکیه، حتی با عراق، تمام اینا جزو منطقه ایران بود. ولی معمولی انسان من از خودم میپرسم من کی هستم؟ اولین سوال مهمان این خیلی مهمتره که من کی هستم تا اینکه بدونم چیز دیگه چه هست. خدا به خودی خود وجود داره، اصلا خدا هست تمام دنیا هست. من اول باید دنبال سیر سلوک در درون خودم باشم تا اینکه بدونم خدای من کیست. حق دارم سوال بکنم. هیچ چیزی رو انسان به صورت بلذات ذاتن بدون چون چرا قبول نمی، ولی انسان هایی که بدون چون چرا تا الان قبول کردند متاسفانه از خودشون دور بودن. نه که بگم انسان نیستن، یعنی خودشون رو ندیدن. یه پرده ای اومده تصویری به قول کلیشه مردی جلوی دیدشون و چیز دیگه یه میبینن و بدون چون چرا قبول نمی. همینجا اشتباه ماست و جلوی اون حس درونی یا شعور ما گرفته میشه. یک مثال کوچیک میخواهم بزنم. حدود یک ماه پیش یکی از همسایگان من یه خانمی خودشو از طبقه مثلا بالا پرت کرده پایین خود شد. به نام خدا مرگی وجود نداره، نظر میگی نه مرگی. چرا باید مثلا این بحث مرگ و زندگی نیست، چرا باید انسان ها به هم دیگه نسبت به اتفاقات بی تفاوت باشن؟ ما انسان ها باشیم به اونجوری بگم، چرا باید ما انسان ها به عنوان انسان قبل از اینکه ما ایرانی باشیم یا مسلمان باشیم یا هر دینی باشیم باید انسان باشیم؟ انسانیت رو مثلا حیوان بودن به نظر من درجهش بالاتر از این چیزه، چون حیوانات هم به هم بی‌تفاوت نیستن. یک دسته فیل مثلا با هم راه میرن، یک فیل در طول راه مریض میشه یا به هر دلیل وای میسن، کل اون دسته وای میسن تا حال اون فیل خوب بشه بعد دوباره ادامه میدن. ما انسان ها اینطور نیستیم.
این قسمت بحث شعور یا انسان به قول معروف درون انسان که ما الان توی من نیست بودشیم خیلی مهمه، یعنی پایه ترین چیز انسان که در هر جامعه ای واقعا تأثیری به سزایی میذاره، هیچ ربطی هم به سیستم نداره یا اون دولت یا اون اتفاقاتی میاد. چون باز تکرار میکنم جامعه از فرد فرد انسان ها تشکیل میشه. من در قبال اعمال خودم مسئولم، نه در قبال اعمال دیگری. یه خودت باش، اول be yourself، خودت باش، believe yourself، خودتو باور داشته باش، خودتو ببین، باور داشته باش ببین، express yourself و خودتو ارتقا بده. وقتی من ببینم خودم رو، خودم رو دوست داشته باشم، مسلما کاری نمیکنم که از خودم دور بشم، سعی کارهایی میکنم که به خودم نزدیک بشم، به خودم صداقت یعنی منطبق بودن خودم به خودم، درونم رسیدن، نزدیک شدن خودم به خودم، این چیزی که هستم دیگه بود. خیلی ممنون، قسمتی بود از بخش یک انسان، شعور انسان، به درون انسان. آرزوی موفقیت و آرامش و مهمتر از همه سلامتی برای یکایک شما دارم. بدرود تا درود دیگر.